دقت بفرمایید، انشالله در بندهای بعدی بیشتر به این مبحث خواهیم پرداخت. و قلت المنام، و شما را به کم خفتن توصیه میکنم. وقتی که کم میخوابیم، این کم هم بازم خدمتتون عرض میکنم، برای یک سالکی 5 ساعت خواب کفایت میکنه، برای یکی 3 ساعت، برای یکی 7 ساعت، که سلامتی جسمش به خطر نیفته، ولی بیش از اندازه نمیخوابه و عنان کارش رو هم به خواب نمیده. یعنی اگر ساعت خوابش گذشت، دیگه از خود بی خود نمیشه. و این نکته ایست بسیار مهم. او بر وجود خودش حاکمه، سلطان وجود خودش هستش، و اختیار در حقیقت خور و خواب و شهوت و گفتار خود رو داره، نه اینی که احوالات بر او حاکم بشه. ببینید، وقتی که به کم خفتن اشاره میشه، مقام تفکر در شب به ذهن انسان میاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو حضرت حق مکلف به بیداری در بخشای عمده‌ای از شب میکنه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، سوره مزمل آیه شماره 4. ای جام به خیشتن فرو پیچه، به پا خیز شب را، مگر اندکی نیمی از شب یا اندکی از آن را. سوره مزمل آیه 20 و بسیاری از آیات دیگه. و قلت الکلام میگه که من شما را به کم گفتن توصیه میکنم. کم گفتن، وقتی همچین توصیه میکنه به خود حضرت پیر فکر میکنیم، به مثنوی شریف میاندیشیم، ببینیم که خود حضرت پیر بیش از 28,000 بیت در مثنوی شریف و چندین و چند 10,000 بیت در غزلیات شمس تبریزی و در فیه مافیه بیان کرده. پس کم گفتن دوری از بیهوده گویی و لغو گوییه. حضرت شمس الحق تبریزی می فرمایند که کلام جان دارد. در اینجا ما 7 حلقه وجود داره. کلام رو قبل از آن که بیان کنی، بیا و چکار کن؟ کاری که انجام میدی دائما اول بررسی کن و تأثیر و تأثر اون رو در جهان هستی بیاندیش و سپس اون رو بیان کن. در حضرت قرآن بسیار توصیه داریم در مورد نحوه سخن گفتن. سخن آگاهانه باشد، سوره اسراء آیه 36. سخن نرم باشد، سوره طه آیه 44. حرف کم حرفی و به اندازه گویی، سوره صف آیه شریفه 2. سخن منصفانه و به عدالت باشه، سوره انعام آیه 152. کلام ما مستند و با منطق باشه، سوره احزاب آیه 70. ساده و روان سخن بگیم، سوره اسراء آیه 28. کلام رسا، کوتاه اما پرمحتوا باشه، سوره نساء آیه 63. کلام زیبا باشه، با همه خوشخلق باشیم، مثل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، سوره بقره آیه 83. بهترین کلام و القاب رو برای صدا کردن یکدیگه بران کنیم. و بسیار، سوره اسراء آیه 23، سوره نساء آیه 5، سوره حج آیه 24، حجرات آیه 1، فرقان آیه 63 و سوره نحل آیه 125 که انشالله سر موعد مناسبش تقدیم حضور یاران خواهم کرد. میگه من توصیه میکنم از معاصی و هر آن چیزی که حائل بین شما و حضرت حق هستش، از اون هجرت کنید. مقام هجرت رو حضرت پیر اشاره میکنه. ببینید، ما
وقتی که به عالم خاک یا عالم ازداد یا عالم خلق یا عالم اسفل سافلین اومدیم، مأموریتی داریم. باید از بخش ظلمانی وجود خودمون هجرت کنیم، از بخش کسرتگرای خودمون، از بخش ظاهربینی خودمون و به بخش نورانی خودمون و بخش الهی خودمون سفر کنیم. و این سفر از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا، دائما و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. یعنی ما از کثرت به وحدت، از صورت به سیرت، از عیب به غیب، از عالم خلق به عالم امر، و حرکت از بخش ظلمانی و هجرت به سمت عالم نورانی. بسیار بسیار آیات شریف است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. سوره بقره آیه شریفه 257. خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون میبرد، اما کسانی که کافر شدند اولیاء آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون میبرند. حضرت حیدر کرار مولا الموحدین علی علیه السلام هم در مصداق کلام حضرت پیر بسیار حدیث زیبایی نقل میکنند. میفرمایند اصولا روح، همون داستانی که داشتیم، اون پادشاه که در حکایت کنیزک و پادشاه داشتیم، اون پادشاه که نماد روح الهی و روح حادیث، ما را به هجرت مقدس یا همون فرار از ظلمت به نور و از کفر به ایمان، از گناه و نافرمانی به اطاعت خدا دعوت میکنه. مهاجرانی که جسمشان هجرت کرده اما درون روح خود هجرتی نداشتند، در صف مهاجران نیستند، و برعکس آنها که نیازی به هجرت مکانی نداشتند اما دست به هجرت درونی زدند، در زمره مهاجرانند. یاران ببینید چقدر نقض، چقدر پرمعناست، چقدر باید در این حوزه تفکر کرد. یعنی اون ما درون را بنگریم و حال را، می برون را بنگریم و قال را، در حقیقت اون نیت و خروجی کار بسیار اهمیت داره، باطن کار اهمیت داره. هرچند که ما ظاهر خود را بیاراییم و در باطن نفاق کنیم، در نهایت نتیجه ای نخواهد داشت. اینجا به عبارت، به قول خارجی ها، result oriented بودن، نتیجه گرا بودن، اون روزی که از ما سوال خواهد شد که اقرا کتابک، کتابت را بخون، چه چیزی کردی، چه هجرتی کردی و چه در مورد این جهان هستی به کف آوردی رو باید بیان کنیم. حضرت امیر مومنان بسیار در این حوزه سخن گفتند. آیات بسیاری هست که به علت ضیق وقت بنده میگذرم. احادیث بسیاری هست که الان فقط من دارم صفحات رو رد میکنم. سوره توبه آیه 104 و بسیاری از احادیث شریف که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امامان بزرگوارمون به دست ما رسیده.